وظیفه همه به عنوان وجوب مقدمات وجود واجب مطلق، که واجب مطلق مسئله هدایت است و ارشاد است، غیر مسلمین را به اسلام، غیر مؤمنین را به ایمان با وجود شرایطش، جزو مقدمات وجودش دو تا مطلبه، یکی ایجابی، یکی سلبی، یکی مثبت، یکی منفی. مثبتش اینه که تاریخ پیغمبر اسلام و عترت طاهره صلوات الله علیه و علیهم اجمعین این به دنیا برسه، که متاسفانه حتی تو مسلمونا اونجوری که باید مطرح نیست، قدری که اتمام حجت باشه، قدری که اقناع باشه. لئلا یکون للناس علی الله حجه قل فلله الحجة البالغة. تا این بشه حتی تو مسلمان ها نیست دیگه، چه برسه در غیر مسلمان ها. یکی دیگه مسئله منفیه و اون جدا کردن پیغمبر اسلام و عترت طاهرین از اون چه به اسم اسلام تو دنیا پخش شده و تو تواریخ تا به امروز منتشره، جدا کردنش از خشونت هایی که نه صدها، نه هزارها، ده ها هزارش اومده تو تاریخ تا امروز، که این تنفیر کرده ضعفا و مستضعفین دنیا را از اسلام صحیح. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در تاریخشون، تاریخ صحیح، یه مورد یک کسی بیاد پیدا کنه که پیغمبر خدا به یه شخص اهانت کرده باشه. پیغمبر خدا یک حاکم بودن 10 سال تقریبا، هزارها مشکلات هم داشتن از داخل و خارج، یه مورد پیدا بشه که یک شخصی بگه شب تا صبح از ترس پیغمبر خدا نخوابیده. یه مورد تو تاریخ هست. یه مورد تو تاریخ ما نداریم که پیغمبر خدا یه نفر را به عنوان جرم سیاسی، چون جرم سیاسی جرم نی، به عنوان جرم سیاسی یه نفر را حبس کرده باشه. مال یه دونه شخص را بدون اینکه اون قبلا مصادره کرده باشه، مشرکین مصادره کردن اموال پیغمبر رو، پیغمبر خدا هم در مقابلش قدری از اموال اونها مصادره کردن، که این تقاص هم عقلیه، هم عقلائیه، هم شرعیه، گیری نداره. اما پیغمبر خدا مال یک کسی یه درهم مصادره کرده باشه، تو تاریخ پیغمبر اسلام نیست.